حکومت بحرین تصمیم دارد دو تن دیگر از جوانان شیعه را اعدام کند سازمان دیدبان حقوق بشر طی بیانیه‌ای درباره اعدام قریب الوقوع دو تن از فعالان شیعه بحرین به نامهای محمد رمضان و حسین موسا هشدار داد در بیانیه این سازمان آمده اعدام سه زندانی بحرینی در 15 ژانویه جاری در پرونده مشابه نگرانی ها را درباره موافقت حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بهرین با اعدام رمضان و موسا افزایش داده و این در حالی است که حکم این دو زندانی سیاسی صرفا بر اساس اعترافات آنها در زیر شکنجه صادر شده و آنها بعدا اعترافات خود را پس گرفتند جوستور که معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر نیز در این باره گفت بحرین نباید تحت هیچ شرایطی این دو جوان را اعدام کند زیرا دلایل غیرقابل انکاری در دست است که آنها زیر شکنجه اتهامات خود را پذیرفتهاند به گفته ی فعالان بحرینی رژیم آل خلیفه در یکی دیگر از پرونده های ساختگی خود مدعی شده است که محمد رمضان و حسین موسا در یک انفجار دست داشتند. بحرین از شش سال پیش شاهد اعتراضات مسالمت میز مردمی کشور برای برخورداری از حق آزادی بیان برقراری عدالت و رفع تبعیز است ولی این درخواست ها با سرکوبگری حکومت بحرین به کمک متحدین خارجی آل خلیفه از جمله عربستان سعودی و امارات همراه بوده است.